مدافع واقعی حقوق بشر و حقوق انسان هستیم و سکوت در برابر ظلم و جنایت و تجاوز به حقوق انسانهای بیگناه و بیدفاع را قبول نداشته و مردود می دانیم. ظلم و جنایت چه در قلب اروپا باشد و چه در آمریکا، چه در آفریقا باشد، چه در یمن، چه در سوریه باشد، چه در فلسطین، ما در کنار مظلومان خواهیم ماند. تقدیس یک حکومت با پروپاگاندای درون ساختاری که مدام خود را تمجید می کند از عجایب سیاسی است که جمهوری اسلامی در آن تبحر زیادی دارد. در سالهای آغازین پس از انقلاب 57 آنچه که بیشتر از همه شنیده می شد احترام به مقام انسانی مردم بود و این نکته ای بود که خمینی در گفته هایش دائم بدان تاکید می کرد. دل خوش نباشید که مسکن فقط می سازیم، آب و برق را مجانی می کنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی می کنیم برای طبقه مستمند. دلخوش به این مقدار نباشید، معنویات شما را، روحیات شما را عظمت می دیم، شما را به مقام انسانیت می رسانیم. وعده هایی با رنگ و بوی کرامت و عزت انسانی از دهان مردی که چند سباهی در تبعید زندگی در قلب اروپا را تجربه کرده بود و مشق خود را از همان آغاز با مهارت از بر کرده بود. انسجام حکومتداری جمهوری اسلامی با راه اندازی پارلمان و نهادهای دیگر آرام آرام قدرت را برای نظام حاکم می رفت تا تثبیت کند که جنگ 8 ساله با کشور همسایه بخشی از معادلات را برهم زد. اختلاف داخلی و راه انداختن نهادی نظامی توسط تعدادی از بنیادگران تندرو به نام سپاه پاسداران کفه قدرت را به سوی میلیتاریسم سوق داد. از همان سالهای ابتدایی این نهاد نظامی با گسترش دایره اختیارات خود در دیگر ساختار قدرت تبدیل به یک مافیای داخلی و منطقه‌ای شد. سرکوب مخالفان با بدترین شیوه های ممکن از کارهایی بود که سپاه بر خود واجب کرده بود تا هر کس سازی متفاوت از آنها را می نواخت به سرعت و دقت آن را حذف کند. جمهوری اسلامی برای بزک کردن چهره خود به عنوان حکومتی متعادل نیاز به کسی داشت تا این نقش را به خوبی بازی کند. دیپلماسی این بازی را به یکی از برادران لاریجانی محول کردند تا با سفسطه بازی در کلام نقش مدافع حقوق بشر را بازی کند. سالهای متمادی لاریجانی با آن سیگار برگ معروفی که روی لب می‌گذاشت، ژست مدافع بشریت به خود می‌گرفت و نقش تطهیر چهره هیولاگونه جمهوری اسلامی بود. او هم به سان دیگر سیاست پیشگان ولایت فقیه همیشه سوال را با سوال پاسخ می‌داد، کاری که احمدی نژاد هم در آن خبره بود. بارها با اصحاب رسانه داخلی و خارجی گفتگوهای مفصل ترتیب می‌داد و از جمهوری اسلامی چهره‌ای معصوم ترسیم می‌کرد، گویی که انگار جمهوری اسلامی و خمینی اولین منشور جهان را در باب حقوق بشر نگاشته بودند. مرزهای وقاحت را هم با خونسردی و تأملی روشنفکرانه طی می‌کرد و نزد خیلی‌ها تبدیل به فیلسوفی پلاستیکی شده بود که ستایشش می‌کردند. من فکر می‌کنم مثلا با چند تا ضربه اول کاپ من پام شکست. که داد زدم آخ شکست شکست، صداشو شنیدم من. هر معترضی هم که در داخل ایران زندان را تجربه کرده بود و شکنجه و اعدام و اعتراف‌های وحشتناک را از نزدیک دیده بود، قصد آرش شدن به محاکم بین‌المللی را می‌کرد، ظرف چشم به هم زدنی لاریجانی را برای خاموش کردن آتش اعزام می‌کردند. ظرف چندم بود که دیگه واقعاً کم آورد. بعد رئیسشون اومد، اون اصلا یه وحشی به تمام معنا بود. این انقدر بد منو زد که تازه میفهمم شکنجه‌گر خوب داریم، شکنجه‌گر بد داریم. زمان گذشت و گذشت و گذشت تا مثل همیشه
حقیقت هم چهره خود را نشان دهد. پیرو آن ضرب المثل معروف که ماه هیچ وقت پشت ابر نمی ماند، دروغ و فریب جمهوری اسلامی هم در پروسه زمان دیری نپایید که دستش عیان شد. گروه عدالت علی، هکرهایی که خود را به این نام معرفی کردند، در این روزها چکش عدالت را بر سر سید علی فرود آوردند. دوربین هایی که حقیقت تلخ زندان اوین را از دریچه رسانه به تمام جهان مخابره کرد. حقیقت پلشت و زشتی که جمهوری اسلامی سالها با ماله کشیدن سعی در پنهان کردنش داشت. و قیافه مات و مبهوت جلاد کتولهی که در زندان وکیل آباد ترفیع گرفت و مدیر کل زندان اوین شد. چهره منفوری که دستش به خون نوید افکاری آلوده بود. شمشیر عدالت هیچگاه کند نمی شود. شاید در گوشه‌ای صبوران خاک بخورد و صبر کند، اما به محض فرود آمدن برای آشکار شدن حقیقت فرق سر را مقتدرانه می شکافد. بلایی که بر سر قوه فاسد قضایی جمهوری اسلامی دارد این روزها نازل می شود.